سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما آرام همچه کوکتل تیوی و امروز اومدیم با یه اخبار رپی دیگه. میخوایم بررسی کنیم اخبار یک هفته گذشته رپ فارسی رو. اما قبل از هر چیزی یادتون باشه حتما کانال رو سابسکرایب کنید، اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید، و اگه دیدید دلیلی برای ضعفمون هست حتما بنویسید که سعی میکنیم درستش کنیم. صحبت دیگه باقی نمیمونه، بریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم. سال 2021 بهتون تبریک میگم. بالاخره 2020 با همه بدیاش تموم شد، یه سال جدید رو داریم. البته سال بعدی برام نبود، کلی ویو و کلی حمایت کردین، دمتون گرم. بیشتر از 3 میلیون ویو داشتیم، بیشتر از 30 قسمت اخبار رپی و همچنین 60 قسمت رپ حواشی و 11 قسمت بی پرده داشتیم که موفقیت بزرگی بود. دمتون گرم به خاطر همه حمایت و عشقایی که دادید. و همین دیگه، میریم که یه سال خوب داشته باشیم، پر از ویدیو و ایده و کلی چیزهای خفن. یه بس دیگه، بریم بر اخبار رپی. خب داستان فیتی که بود بین تکناین و رضا پیشرو یاس خیلی وقته که داره میچرخه و جدیدنم یه عکس 4 نفری ازشون اومده و به نظر میاد حتی قراره یه حالت مصاحبه باشه که هر 4 تاشون هستن. باید ببینیم چجوری پیش میره و کی میاد این ترک، ولی فکر نمی‌کنم اگه ترکی در کار باشه زودتر از 3-4 ماه آینده بیاد، ولی خب به هر حال باید صبر کنیم و ببینیم که خبرهای تکمیلیشو میدن و چی میشه و این داستانا. استوریایی رو از سیناب داشتیم که درباره آلبوم‌های خاکستر روشن و پرواز داشت صحبت می‌کرد. خب پرواز که از رضا پیشرو هست، تیزرش اومده و بعد منتظر پخشش باشیم. همچنان میتونید خریدارش انجام بدید، لینکش توی دیسکریپشن هست. اما نکته جالبی که تو استوریاش بود حرف از کنسرت آنلاین زد که به نظر میاد کنسرت آنلاین رضا پیشرو باشه. حالا نمیدونیم کسای دیگه هم هستن یا نه، اما خیلی خبر خوبیه. بعد منتظر خبرهای تکمیلیش باشیم ببینیم چه جوری میشه دیگه. چطوری رفقا؟ چند تا سوال داشتید خیلی مهم بود که توی چند تا استوری بهتون جواب بدم. اما اینکه آلبوم ها طبق برنامه ها و تیزرها و تایم هایی که بهتون میدیم خواهد اومد، خاکستر روشن قرار بود پخش بشه، یه سری تغییرات و یه سری برنامه ریزی ها عوض شد به خاطر اینکه 100% سعی داشتیم کوالیتی که به شما ارائه میکنیم اون متناسب با اسم آرتیست و تمام برنامه هایی که الان داره جلو میره توسطش باشه. خواستم تشکر بکنم از همتون به خاطر تمام اون حمایتی که تو این همه سال کردید و تا اینجا اومدید جلو. حالا غیر از شما مخاطب بودم آرتیست ها که هم که امسال ترکوندن، خیلی برنامه ها جلو رفته و چه تو فروش ها چه تو استریم ها مطمئنم که ترکوندیم و یه انقلاب جدیدی در راه. در مورد یه مبحثی که سوال پرسیده بودید، 100% امسال ما یه برنامه کنسرت آنلاین داریم که خبرش بیشتر بهتون میدیم. راجع به آدرنالین و پرواز هم اطلاعات بیشتر میاد. این هفته عکس مشترکی رو داشتیم از امیر اپیکور و امیر خلوت، نمیدونیم آهنگی در کار هست یا چی، اما این عکس رو ما هم به اشتراک گذاشتیم. خب ایمانمون با یه تیزر خبر از آهنگش شد که قرار بود جمعه پخش بشه اما نیومد. گای پای گای والا یه چیزی بینش رازی دادا وازی واما نکن چون گای والا میگیره پوزتو میخوابونی دایما خواه. و همچنین آهنگ گولم نزن از عرفان و چرسی که قرار بود پخشن به ترتیب، ولی خب مثل که اسپاتیفای سروراش اخته به همون دوتا پخش نشدن. اما نکته خیلی بعدی که بود این بود که آهنگ چرسی و عرفان پخش شد و دوزی پخش شد. هر رسانه‌ای که اینو گذاشته رسانه فیک به درد نخور، اینو همتون بدونید. اگه مشاهده کردید حتما ریپورت کنید، دیگه زمان این داستانا گذشته. و من میبینم خیلی از رسانه‌ها که کلی ادعا دارن و تو یوتیوب و اینور اونور میان باز اینو پخش میکنن. وقتی شماها که انقدر میان از مخاطب و اینا حرف میزنید، برنامه درست میکنید، انقدر نمیتونید عمل کنید، چه انتظاری میره از بقیه مخاطب و اینها؟ درست کنید اینو، یعنی ترکی که قرار از اسپاتیفای بیاد میایم پخش میکنیم، بعد زیر همون لینکشو میذاری. خب وقتی اون اونجا هست کی میره تو لینکش؟ نکنید این کارا رو. و خب چرسی و عرفان هم خیلی عصبی بودن، اینو تو رپ حواشی بهش میپردازیم و یه برنامه هم سر همین داریم و حالا ببینیم داستانش چجوری پیش میره. اما رسانه هایی که این کارو میکنین پخش نکنین آهنگی که نباید پخش کنین و انحصاری از اسپاتیفای و بقیه پلتفرماست. سلام بچه ها، آهنگ گولم نزن قرار بود امشب ساعت 7 شب از اسپاتیفای و بقیه پلتفرما پخش بشه و فقط از اونجا، ولی متاسفانه به خاطر یه سری مشکل هنوز موجود نیست توی اسپاتیفای و یه سری سایت ها هم گذاشتن. حداقل من راضی نبودم از اینجوری پخش شدنش، قرار نبود از هیچ جای دیگه پخش بشه، ولی خب آهنگ در اومده و فعلا یه سری جا هست. فکر می‌کنم تو یکی دو روز آینده بیاد تو اسپاتیفای و من حالا پخش اصلی رو میذارم اون موقع وقتی که تو اسپاتیفای بود که طبق برنامه اصلیمون اون موقع پخش.
شایعه با استوری خبر از اولین آهنگ آلبومش یعنی آلبوم عصبانی داد به اسم از ما نیست که همکاری هست با دانیال. اینجوری شوخی میکنید بلن باز شدن صفرشو چیده کدوم خالا هماره رزرو تو میده بیا تست بکنیم با چش بکنیم ناست بکنیم فکر کچی بیتز با یه عکس به این شکل خبر از آهنگ جدیدش داد که قراره تا 2 هفته یا آینده پخش بشه، اما خب اعلام نکرد کیا توش هستن و به عنوان سورپرایز به نظرتون کیان حتما حدس بزنید. به نظر من میتونن آرتا و کوروش باشن، نمیدونم یک نظره، ولی خب قرار این آهنگ تا 2 هفته آینده پخش بشه. داروش با توییت خبر از آهنگ جدیدش داد. خب خبر خوبیه، داروش یکی از استعدادهای خوبمونه و برگشته رو کار. حالا باید ببینیم آهنگش کی پخش میشه. مهرادیدن با یه پست خبر از سینگل ترک دوم گروه اچچیو داد. خب گروه اچچیو یه گروهی که مهرادیدن و کنیز توش هستن و یه رپ کن انگلیسی به اسم مسر دی 7 اگه اشتباه نکنم و سینگل ترک اولشون هم همین هفته پیش پخش کرد. بیسترک زاید داشتیم از دیگرد که روی بیت واقعی تر از مستند، بهتر بگیم ریمیکسی از واقعی تر از مستند بود که دیسترکی بود به بامداد یعنی همگروه سابق خودش. یکی بود یکی نبود زیر گنبر که بود اون که بود میشد که بود پاره کم بود ناش خرابه کشید سرک از پشت پرده ما اینجا موندیم تو صحنه نمایش نمیشه تموم توی همکاری رو داشتیم از سجادی و خلوت به اسم خودم. همیشه برام شیرین بودم از تلخ باخت دادم و با کاراشون میافتن یه دفعه از چشم تا حالا نشده جایی برم پایین باشه سرم یاد نگرفتم که کسی معذرت بخوام هیچ موقع توی سر. آهنگ پارتیزان رو داشتیم از A2 که نکته جالبش اینه که ریاکت کردنم برای همه چنل ها ممنوع کرده بود. تو چش کار میکنه خوشگچه باز سنو برا پشت هم مامانه کشته بشه. اولین سینگل ترک آلبوم دستساز رو داشتیم از آین به اسم لوکنت. خب این ترک دیروز ساعت 8 برای خریدارا ارسال شده بود، همکنون هم اگه خرید کنید همون موقع لینک میاد و میتونید دریافت کنید. هنوز خبری از پخش عمومیش نیست اما قرار پخش عمومی هم بشه. دلو لوکنت نذاشته حرفاتو ممه مثل چک بزنی تو گوش ملت تو با پاداشه تو بذار روز هجرت پوستو بکش روم نذار کسی آماری بگیر از توم که کس کردی یک گوش پس تو. قلب بنفش داشتیم از علی اردوان، سپر خلصه و آیدا. گفتم برو اگه زده چشم تو رو رفتی و الان یه سال شد و نیستی که ببینی من موندم با یه قلب. ترک کتنکیه از خلوت و خاکی. نمیدیم زیاد توضیح هستی همش میگه بده برن شعر رو زر بگو همیشه ما بوده رو دلامون زخم قبلنا یه کمکی توی بازی بودی شما اما خیلی وقت نمیاد تا صدا تونم. میخوام از امیر تتلی. قسمت دهم پادکست برخوردار رو داشتیم که یارا مهمون آتور بود و خب طبق رسم این پادکست ها قبلش هم یک آهنگ ریلیز میکنن و آهنگی هم به اسم اون با هم ریلیز کرد. من عاشق اون بودم و اون بهترین دوستم، من بهترین دوست اون، اون عاشق من بود و من بدترین دوست اون، بهترین دوستم بودم من، رفیق اون بودم و اون معشوقه من بود. ترک گیم اوور رو داشتیم از نیموش و کینگ کروکت. بهش مرسه میشی گیم اوور سولی جی کروک کدو من و ماکاولی رو بیت ویست کوستر کندیم یه ترکه پروفر خورد ما اینه یه رینج روفر میدیم جا. آهنگ زربولو داشتیم از موئر که نکته جالبش اینجا بود که از 50 ضرب‌المثل اون تو استفاده کرده بود. آره اکتتون عالیه تبل تو خالیه تنور جه گرمه به چسبونی عالیه تو دستم شلاق اون وصله به گاریه داده ترکونیشون وسته چه کاریه پشت مرسدس هم مثل خر تو گلیم سر. آلبوم گسس از اشکان موسوی و لیبل پیلم منتشر شد که بهرام هم یه ترک اون تو داشت به اسم عبور، ولی خب چیزی که بود ترک به شدت ضعیفی بود از بهرام و اصلا انتظار نمی رفت که بهرام اینقدر از لحاظ تکنیکی ضعیف جلوه کنه و بیاد رو کار. خب خیلی شاید بگن نمیدونم محتوا محور و این داستانا، خب گزارم محتوا محور بود، اشتباه خوبم بود، حتی قدیمی ترم بود، ولی این کاری که بهرام داره میکنه نمیدونم داستانش چیه و کاش ما اون بهرام سابق رو ببینیم. حالا بعد ببینیم که در آینده چیکار میکنه و به چه سمتی میره. آلبوم پیچک رو داشتیم از تس. رفیق ازم نپرس عهد پیوندی که رویدن نشد آبی که ریخ رودی که شد روزگار محبت کو آغوش سبزی پرسار کجاست من و وسط باغ آبان تو گمم کرد.
خوشم به اینکه زنجیری به پام نی منو گیج نکرده سنگینی یه بازی عشق منو کشیده تا اینجاشم رفیق ولی کمالو نیدم تصمیری به راه نی عارف ترسو منو به وجد نیاورد با اینکه تو هم چند سال آخر وقتی همه تو دامن چیزی باقی نمیمونه جز چند تا پاره آهن نه من خیالی کردم نه رویا دیدم تو خوابم فقط چند برگز آخره اجرای جدیدی رو داشتیم از سینا سایی من یه قسمتشو میذارم برای دیدن کاملش میتونید برید توی اینستاگرامش لینکش توی دیسکریپشن هست عشقت میکنم و عزتم سر در میارم بریز مستم دیوانم به این حرف زدم با تو توی این لحظم میبالم شاید مسبوده اینو داشته میدوشته هرچی هست اجرای جدیدی رو داشتیم از معراج فلای زیر بوت وصلای این دکور نقد واسه خرید فروش شخصای تیر خور دیپلمات نگه تحریم نتنگ واسه دیگه خب رسیده به جایی بگیم اصل واسه چین اورج موزیک و ویدیوی دروغ چرا از بی باک دروغ چرا بده حالم این روزا یه مرد بازنده موسیس پیروزا در جا میزنم من حتی با نیروزا سرد شدم نشونه زمستونه این سوزا اوایل ما یا اواخر سال نیل شروین و آریا مومد با تیزر خبر از همکاری جدیدشون به اسم ایکس شر محض دادن ترک حالا که چی رو داشتیم از رودی که به نظر میومد جای بامداد جواب دیگرد رو داده بود قصه های شاهانت که هشمنت چیم بالا سرید بهت بگه میگی چشمت از زیر نگو که دروغ وحشت که زور بزن بار کج نمیرسه مقصد اولین آلبوم مستر امپی رو داشتیم به اسم میمونهای بیمو که پرودوسش با خودش بود و میکس و مسترش با شروین رادفر میگیری چیات دیگه داره در میاد امریشو سیبیلات میگیری چیات شلکس رو ما بی وسط دوست و رفیقات داستان از اونجا شروع میشه که تو نمیدونی چی هستی نمیدونی کجای خواهیم بوده از اخبار رپی این هفته امیدوارم لذت برده باشید صحبتی انتقادی پیشنهادی هر چیزی دارید حتما تو کامنت ها بنویسید که سعی میکنیم بخونیم یه نکته بگم میبینم بعضی ها توجه نمیکنن تمام لینک ها توی دیسکریپشن هست لینک های رسمی همه لینک هایی که خود خواننده ها میگن و باید از اونجا گوش بدید همشو میذارم و میتونید گوش بدید راحت دیگه و اینم بگم توی طول هفته اگه دنبال این آهنگا هستین بهتر عضو کانال تلگرام بشین که لینک اونم توی دیسکریپشن یا توضیحات ویدیو هست اگه اونجا عضو بشید هم گروه داریم میتونید نظر بدین همین که لینک اصلی آهنگا اونجا هست و اگه از تلگرام پخش کنن و اجازه بدن اونجا هم گذاشته میشه در غیر این صورت فقط لینک اصلی و رسمی اونا رو میذاریم که بتونید گوش کنید و از حق آرتیستتون حمایت کنید صحبت دیگه باقی نمیمونه دمتون گرم امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بمب باشه سی و سمان. We'll be right back.